روانشناسا، جامعه شناسا، محققین، دانشمندا، مخترعان و حتی علما همگی بر سر این موضوع متفق القولن که این چند نکته‌ای که من میخوام امروز با شما در میون بذارم میتونن 90% از مشکلات زندگی ما رو حل کنن. و حالا اینکه این نکته‌ها چی هستن رو من تو این چند دقیقه آتی با شما در میون میذارم. البته که مرور میکنم چون مطمئنم که شما میدونین و امیدوارم که عمیقا به این نکات گوش کنیم. خب وقت معرفیه. من نیما راوی هستم و این ویدیو یک قسمت از سری ویدیوهای این چنینیه که هم سرگرم کنندن هم به شدت آموزنده. پس بدون هیچ وقفه‌ای آغاز کنیم. ممکنه با رک و راست بودن و صادق بودن دایره دوستی خیلی بزرگی نداشته باشیم، اما تو 99% مواقع دوستای واقعی رو برامون به هر مقام میاره. یعنی چی؟ یعنی که دوستایی که همیشه هستن بعد هستن. هیچ جالب نیست که خودمونو زندگیمونو با بقیه مقایسه کنیم، چون هیچیمون شبیه هم نی. از رفتارمون گرفته تا افکارمون و عادتامون هیچی. باید دست از این قضاوت رو برداریم. واقعا هیچ سبد مشترکی واسه هیچ گروه هم وجود نداره. نکنیم این کارو. هیچ وقت هیچ گروه از هدفمون رو با هیچکی به اشتراک نذاریم. سب کنیم تا نتیجهش که اومد با کلی ذوق و شوق با همه در میون میذاریم. اینجوری همیشه هم انگیزه داریم. آره، یه عباس آقا بود بچگی و سر کوچمون بقالی داشت. خدا بیامرز همیشه میگفت پسر جان، اینایی که همیشه یه درخواستی ازت دارن تو بهترین شرایط کمترین کار ممکن رو برات میکنن. آره، بعد همین عباس آقا یه وقتایی که من میخواستم بپیچونمش یا دورش بزنم میگفت ببین پسر جان، فکر نکن خیلی زرنگی، چون من از تو زرنگ ترم. اگرم 1% من نباشم دوستان هستن. آره بابا جون. بعد یه وقتایی همین خدا بیامرز میگفت که آره باید مردم رو جدی گرفت، ولی نه اینقدر. اینکه یه وقتایی توی مراحلی از زندگی میترسیم این چیز بدی نیست. این یعنی که ما نمیخوایم به گاراژ بریم مثل بقیه. یعنی که ما مراقبیم و ما ترسو نیستیم. مراقبیم. یه مشت مراقبه محتاط. آره. وقتی توی یه لحظه کوتاهی احساسمون برانگیخته میشه، به عنوان مثال وقتی یه اتفاقی منجر به این میشه که ما از کسی یا چیزی بدمون میاد یا برعکس، میتونه یه احساس موقتی باشه. ما نباید سر یه احساس موقتی یا تصمیم دائمی بگیریم. نکنیم این کارو. اینجوری هاست که وقتی زیر پای کسی سکو میذاریم، خب این بابا هیچ راهی، هیچ انتخابی جز این که سرشو بیاره پای ما رو ببینه نداره. این یعنی که تقصیر اون نیست، ما زیر پاش سکو گذاشتیم. هر کسی از دید خودش به مسائل نگاه میکنه. اگه با کسی مشورت میکنیم و آخر سر پشیمون میشیم، این مشکل ماست نه مشکل اون. اگه خیلی ناراحتی مشورت نکنیم با کسی، هم فکری نکنیم، هم صحبت نخواهیم. والا اگه قراره هر چیزی که توی ذهنمونه رو به دهن بیاریم، اینجوری همیشه مغزمون خالی میمونه. خب چه کاریه؟ در مورد هر چیزی که توی ذهنمون نباید با هر کسی صحبت کنیم. آره نکنیم. همه ما یه جایی تو زندگی همه آدم ها رو مقصر دونستیم و میدونیم جز خودمون.
مثل این میمونه که یه جایی یه روزی دست و پامونو بستن، کردنمون تو گونی، گذاشتنمون صندوق عقب یه پیکان، بردنمون بیرون از شهر توی یه خونه خرابه، دست و پا بسته سالها ما رو اونجا زندونی کردن و زندگیمونو تباه کردن. همینقدر تخیلی افسانه‌ای. بزنی اصلا یه جوری بگم، ما به خود قبلیمون دینی نداریم ولی به خود الانمون بدهکاریم. بعد بدهکاریم. تو بازی زندگی هیچ وقت نقش تو خراب بازی نمی کنی مگر اینکه خودت نباشی. اونایی که خیلی خراب کردن خیلی یکی دیگه بودن. آره، اگه کسی تمام تأکیدش بر صحت و راستی حرفاشه دیگه تقریبا باید مطمئن بشیم که داره مثل سنگ دروغ میگه. در واقع مشکل اینجاست که ما بک‌استیج و پشت صحنه زندگیمون رو که در تیررس هیچ کسی نیست و مقایسه میکنیم با هایلایت ها و ویترینی های زندگی مردم، اینایی که فقط یه چند تا فریم از زندگیشونو میذارن تو اینستاگرام و فیسبوک. فهم میکنیم کل زندگی اونا همینه، کل زندگی ما هم اینه. اگه یه روزی دلمون واسه یه نامروتی تنگ شد، این به این معنی نیست که زندگی ما بدون حضور اون شخص در جریان نیست. نه خیر، دلتنگی بخشی از پروسه فراموشیه. این یعنی که کم کم خوش میشه میفته. طبیعیه، خیلی طبیعیه. اینجوریه که تو 90% مواقع اونایی که گفتیم ببین به کجا رسید، چی شد، هیچ چیزی رو همینجوری یلخی به دست نیاوردن، حتما چیزی بابتش پرداخت کردن. بعضیاشون استراحت، آرامش، خوشیاشون رو فدا کردن. خیلی از قهرمانای شناخته و ناشناخته تاریخ که فکر نمی کنم نیازی به ذکر مثال باشه، و بعضی هاشون هم صداقت، آدمی، اصالت و شرفشون رو پرداخت کردن. فکر می کنم برای این دستم نیازی به مثال نداشته باشم. نزدیک به 14 هست که داریم می بینیم، دیدیم، بعد دیدیمشون. یه برگردون میزنم به عباس آقا، میگفت که مرد اونیه که پشت سرت خوب میگه، تروت بعد. بعد یه وقت روی همین عباس آقا میگفت که ببین بابا جون، رفاقت یعنی وقتی که اولویت کسی میشی نباید اون یکی از گزینه هات باشه، واسه رفیق رفاقت باید کرد. تمام. همه ما با دو تا گوش و یه دهن به دنیا اومدیم. خب یعنی چی؟ یعنی که مسلماً باید به همین نسبت و اندازه هم ازشون استفاده کنیم. یعنی که ما باید گوش کنیم، گوش کنیم، حرف بزنیم. عباس آقا میگفت پسر جان، برگشتن به گذشته مثل این میمونه که بری دوش بگیری، خودتو خوش کنی، موهاتو شونه کنی، عطر بزنی، همون لباسای چرک و کثیف قبلی تو بپوشی. آره، گذشته ها